شعار درست کدام است؟ موقعیت امروز ما از یک جهت، جهت بسیار مهم، به جنبش سبز شبیه است. هنوز در مرحله تعیین درست شعار مبارزه هستیم. یکی از دلایل شکست آن جنبش در کنار نبود استراتژی و حضور رهبران عوضی همین پیدا نکردن شعار مناسب بود که میبایست هدف و هویت مبارزه را معین میکرد. چنین کاری قاعدتاً بر عهده رهبری است و چون رهبران تسخیری آنهایی بودند که میدانیم، شعار هم از حد رأی من کو فراتر نرفت. اما امروز موقعیت فرق میکند و اصلاح طلبان از میدان بیرون رانده شدند. مزاحمت رسانه‌ای که باندشان ایجاد میکند نباید مانع دیدن موقعیت واقعی آنها بشود. خواست های صنفی هم که در انتخاب شعار اعوجاج ایجاد میکرد، بالاخره و چنان که باید در سایه خواست سیاسی اصلی که براندازی است قرار گرفته. پس باید دید که شعار درست چیست؟ مسئله حیاتی است و تعارف و سهل‌انگاری هم بر نمی‌دارد. حضور در خیابان به خودی خود معنایی ندارد. باید خواستی را بیان کرد. شعار دادن در تظاهرات به قصد ابراز سلیقه فردی و خلاصه انتخاب دل بخواهی انجام نمی شود. شعارهای متعدد یعنی پراکندگی جمع. همین که افراد در خیابان در کنار هم راه بروند و شعار بدهند معنای وحدت آنها را نمی دهد. وحدت سیاسی فیزیکی نیست، فکری است و در شعار باز می تابد. شعار واحد بین تجمعاتی که در چندین شهر تظاهرات می کنند وحدت می آفریند. شعارهای متنوع جمعیت واحد چند میلیون نفری را هم از هم جدا نگاه می دارد. شعار هویت سیاسی شما را معین می کند. معلوم کنید که چه نمی خواهید و چه می خواهید. هر دو وقتی اینها روشن باشد نباید در به حاشیه راندن شعارهای نفاق افکن تردید کرد. از یک طرف مجاهدین هستند که به حساب نمی آیند و فقط های هو می کنند. پس راجع به آنها صحبت نمی کنند. میمانند پهلوی طلبان و جمهوری خواهان. تکلیف گروه اول از بابت شعار روشن است. اگر از مردم بخواهند طالب بازگشت مشروطیت بشوند، میدانند که کسی دنبالشان نخواهد آمد. داستان رضا شاه روحت شاد هم که این بار لااقل شنیده نشد. پس سخنی جز خواستاری سرنگونی به هر چیز و قیمت ندارند که به کسی عرضه کنند. همین وجه منفی کار است. به کلی ترین صورت آن. اینکه دائم اینجا و آنجا دعوت بشوند و حرفی بزنند بیبرگیشان را نمی پوشاند که هیچ بیشتر هم آشکارش می کند. از دید اینها کار قرار است با دخالت خارجی سامان بگیرد و برای همین است که غیر از یک شعار منفی و کلی حرفی برای زدن ندارند. می مانند جمهوری خواهان که در جمع و با وجود سر و صدای بقیه اساساً بیشترین بخت را برای پیش برد کار دارند. در اینجا شعار جمهوری خالی کافی نیست، چون فقط قالب حکومت آینده را روشن می کند. معلوم می کند که با سلطنت مخالفند. همین. بعد نوبت جمهوری ایرانی است که در پایان جنبش سبز و از دل مردم زاده شد و شعار بسیار خوبی است، زیرا موضع گیریش در برابر جمهوری اسلامی بسیار روشن و بی ابهام است. ولی اینجا هم با همان مشکل نامعین بودن محتوای این جمهوری مواجهیم. این نقطه ضعف بردش را کم می کند و ضربش می کند. جمهوری دموکراتیک و لایک که شعار ماست تنها شعاری است که هم از بابت پس زدن گزینه‌های نامطلوب دقیق است و هم از جهت معین کردن محتوای جمهوری آینده. بخش برنده و اصلی این شعار همان لایشیده است. این است که باید بر شعارهای پراکنده غلبه کند و از دل آنها وحدت بیرون بکشد. تا درست ندانید که به کجا می خواهید بروید و این مقصود را به روشنی بیان نکنید، 10 انقلاب دیگر هم بکنید، کار به جایی نخواهد رسید. انسجام فکر و وحدت شعار قدم اول پیروزی است. آماج درست کدام است؟ آنچه امروز از ایران می شنویم بیانگر بیتابی مردمی است که ضربه خوردند، کشته دادند و منتهز فرصتند برای زدن ضربه متقابل. در این شرایط است که آسان می توان به هر فکری دل داد، هر روشی را به کار بست و هر چیزی را هدف گرفت، بدون اندیشیدن به برد و نتایج اینها. پس باید برخی نکات را هرچه زودتر روشن ساخت.
اول چند نکته کلی. فکر انتقام کشی را از سر بدر کنید. آن که باید بمیرد نظام اسلامی است، نه این فرد و آن فرد خدمتگزارش. ضربه باید به حکومت بخورد و باید برای حکومت گرانتر تمام شود تا شما. چیزی که شما را بیشتر از حریف تحلیل ببرد ضمانت شکست است. ضربه زدن فقط آسیب زدن نیست، نوعی حرف زدن هم هست، یعنی پیامی دارد. باید این زبان را درست حرف بزنید و پیام درست را به همه منتقل کنید. وقتی به چیزی ضربه میزنید یعنی آن را نمیخواهید. پس دقیق به چیزی و جایی ضربه بزنید که مقصودتان را درست بیان کند و جایی برای ابهام باقی نگذارد. تته پته نکنید. ضربه باید تا حد امکان کاری باشد. ضربه کوچک ولی موفق بهتر از ضربه بزرگ و بی‌ثمر است. متوجه باشید که شما به تنهایی در میدان عمل نمی کنید. این نیست که شما در یک سو باشید و حکومت در سوی دیگر. قدرت‌های خارجی هم هستند با امکانات بسیار وسیع مالی و انسانی و مترصد فرصتند برای از هم پاشاندن مملکت. پس باید نهایت دقت را به درست عمل کردن مبذول دارید. موقعیت بسیار حساس است و اصلاً با نمونهای نظیر انقلاب مشروطیت، نهضت ملی و انقلاب 57 قابل مقایسه نیست. برخی می کوشند به شما چنین تلقین کنند که قاطع ترین و مؤثرترین نوع مبارزه نوع مسلحانه است. به این سخنان چریکی هالیوودی دل ندهید. رفتن به سوی نبرد مسلحانه گذشته از این که بلافاصله مردم را در مقابل نیروهای حکومتی در موضع ضعف قرار می دهد به خودی خود هم ضمانت پیروزی نیست. اگر تفنگ ضمانت پیروزی بود، نیروهای حکومتی که در تمام دنیا از این بابت بسیار مجهزتر و تعلیم دیده تر از مردم هستند در همه جا پیروز می شدند. اگر نشده اند به این دلیل است که در مبارزه سیاسی برخلاف جنگ سلاح حرف آخر را نمی زند. به راه انداختن نبرد مسلحانه باعث هرج و مرج می شود و ممکن است کار را به جنگ داخلی و در نهایت تجزیه کشور بکشاند. حمله به پاسگاه ها و پادگان ها رفتن به راه نبرد مسلحانه است. اینها آماج مناسبی نیست. بی خود راجع به انقلاب 57 خیال پردازی نکنید. آنجا هم مبارزه مسلحانه در کار نبود و اگر واقع شده بود انقلاب شکست می‌خورد. کوشش در زدن ضربه اقتصادی به رژیم تیغ دودم است، یعنی به مردم فلک زده ایران هم که زیر فشار اقتصادی قرار دارند اصابت می‌کند و کار تحریم‌هایی را که به آنها تحمیل شده تکمیل می‌کند. از کار افتادن اقتصاد ایران در شرایط فعلی معنایی جز گرسنه ماندن مردم کشور ندارد. چنین کاری عاقلانه نیست، چون نیروی شما را زودتر و بیشتر از رژیم تحلیل خواهد برد. مبارزه جامعه قوی لازم دارد و دولت ضعیف، نه برعکس. باید درست نگاه کنید که چه چیز این رژیم برای شما قابل قبول نیست و چه چیزی را می‌خواهید از میان بردارید. بعد به همان ضربه بزنید. نباید مثل اشخاص نزدیک بینی عمل کنید که کلی و حدودی تصویری پیش چشم دارند و مثلا موقع دعوا مشتشان به جای چانه حریف میخورد توی دماغ پسرموی خودشان. اگر بخواهید درست و روشن خصیصه اصلی این نظام را که البته مایه مصیبت‌های آمده بر سر مردم ایران نیز هست و باید دقیق هدف قرار بگیرد معین کنید، اختلاط دین و سیاست است. باید به این، درست به این و مشخصاً به این ضربه زد. مشکل این است که آنچه آمد سخنی است انتزاعی. وقتی می‌خواهیم به مردم آماجی برای حمله عرضه کنیم، باید چیزی ملموس در برابرشان قرار دهیم که ضربه زدن به آن معنای مخالفت با اختلاط دین و سیاست را تداعی کند. این نه بانک است، نه سینماست، نه پاسگاه است، نه مسجد است، نه امامزاده. پیدا کردن این نوع هدف که جا برای ابهام نگذارد مشکل است ولی ناممکن نیست.
انواع و اقسام انجمنهای اسلامی که در هر کوی و برزن تشکیل شده، انجمنهایی که گاه صنفی است، گاه هنری است، گاه قومی است و خلاصه از هر نوع و قسم که هست، اهداف مناسبی است برای نشان دادن اینکه نمیخواهید دین پا از گلیمش دراز کند. انواع هیئت‌های مذهبی هم که محل کار چاقونی در زمینه‌های مختلف است، اهداف خوبی است. خلاصه اینکه آماج درست باید نهاد و نمادی باشد که دخالت دین را در سیاست به خصوص و در هر حوزه دیگری که بدان ارتباط ندارد بیان سازد. زدن اینهاست که نظام را ضعیف می کند و به همه دنیا هم می فهماند که مقصود شما از به خیابان ریختن و ابراز نارضایی و حتی درگیری با نیروهای انتظامی چیست. این مثال هایی که آوردم از دید کسی نوشته شده که در خارج است و سال هاست که در ایران نبوده، ولی همین ها انقدر بزرگ است که من هم از راه دور می توانم ببینم. شما که نزدیکید در موقعیت بهتری برای تشخیص و معین کردن آماج قرار دارید. بر این اساس عمل کنید تا نتیجه بگیرید.